يا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. وأما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در این هفته سوالات زیاده از برادران و خواهران در مورد بچه دار شدن و بچه دار نشدن و در مورد از اینکه چرا خانم اولاد نمیشه و ما چی کنم، ما بسیار پریشان هستم و پریشان های مختلفی که برادر و خواهر ما از این درک داشتن در این بحث میخواییم که مورد بحث قرار بدیم و بر شما از این طبق قرآن و سنت موضوع رو براتون پیشکش بکنم. برادر و خواهر مسلمان، سختی ها و بلاها ابعاد مختلفی داره و برای هر کسی بسته به شرایط زندگی و اجتماعی یا وضعیت روحی به گونه بروز میکنه. بیمار شدن خود یا فرزند خود یا یکی از نزدیکان، از دست دادن کسی که با او مانوس هستیم، مرگ خیشان و نزدیکان، گرفتاری های مالی، بلاهای طبیعی مثل سیل، زلزله، مشکلات شخصی مثل ناسازگاری با همسر، غم و اندو و پریشانی، غربت، تنهایی و شکستگی، ترس، اسارت، فقر و خلاصه از هر آن چیزی که بتوان نام بلا و سختی یا مصیبت و ناگواری بر او نهاد، همگی از دو زاویه قابل مشاهده هست. اگر کسی به مشکلات و مصیبت ها فقط از زاویه جهان مادی نگاه بکنه، شاید بتواند برای هر کدام دلیل مادی برش پیدا بکنه، مثل این که خوشسالی را معلول نیامدن باران بدانه یا مریضی به علت عدم رعایت بهداشت باشه و یا ورشکستگی را نشانه بر عدم آگاهی از تجارت بدانه و یا فاجعه اخیر ساختمان های مختلفی که در افغانستان، ایران و ازبکستان و تاجیکستان و دیگر دنیا رخ داده به خاطر غفلت کسبه و تجار یا مسئولان بدانه. امتحانات الهی به گونه ای است که تنها مربوط به فرد نمیشه، بلکه گاهی الله سبحانه و تعالی جامعه یا ملت را امتحان میکنه و این امتحان گاهی در اثر اعمال ناشایست و ناپسند انسان است و گاهی در اثر عوامل دیگر ای حادثات را میتن. از دیدگاه قرآن تمام مصائبی که بر فرد و اجتماع وارد میشه زاییده و برگرفته از رفتار ناپسند بشر و سوی استفاده از آزادی های خود است. یعنی امین نعمت که الله سبحانه وتعالی به انسان دادن نعمت خودمختاری هست که انسان از این نعمت خودمختاری سوی استفاده میکنه. یکی از سنت های الله سبحانه وتعالی در مورد انسان های مکلف سنت ابتلا و امتحان است. ذات پاک الله سبحانه و تعالی همه انسان ها را در هر زمان و شرایط در برده آزمایش و ابتلا قرار می دهد. ابتلا و امتحان الهی قرار گرفتن انسان در مقابل رویداد حادثه است که می تواند یکی از دو را خوب و بد و یکی از دو طریق سعادت و شقاوت را انتخاب بکنه. برادر و خواهر مسلمان من، الله سبحانه و تعالی می فرماید لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن الله سبحانه و تعالی است. تمام چیزی که در آسمان و زمین است و در بین چیزی است مالکش الله سبحانه و تعالی است و بس. به هر کسی که بخواهد دختران می بخشد و به هر کسی که بخواهد پسران عطا می کند
و یا ای که هم پسر میته برش و یا هم دختره برش میته و هر که را بخواه نازا میسازه، عقیم میسازه. پس الله سبحانه تعالی بهتر میدانه که به کی چی را حتا بکنه. الله تعالی این را بهتر میفهمه که به هر کس چی چیز را حتا بکنه. یا آیه مبارکه که ما خواندم، آیه نمبر 49 تا 50 سوره شورا هست که در هی الله سبحانه و تعالی صاحب اختیار و مالک تصرف در تمام چیز هست. به هر گونه ای که او تعالی بخواید با مو شکل رفتار میکنه. بازدارنده و داده و مالک هر چیز الله سبحانه و تعالی است. خداوند هر چیز را بخواید می آفرینه و هر چیز را بخواید نمی آفرینه و هر چیز را بخواید از بین می برد و هر چیز را بخواید او را خلق می کند. وقتی که میگه کن فیکون، خلق شو پس او هم خلق میشه. به هر کسی که بخواید دختران چند میبخشه در حالی که هیچ پسری با آنان نیست و به هر کسی که بخواید پسران چند میبخشه در حالی که هیچ دختران با آنان نیست. یکی را زیاد دختر میده و یکی را زیاد بچه میده، یکی را هیچ چیز نمیده. مثل که در آیه مبارک خواندیم او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. یا برایشان پسران و دختران را جمع میکنه. به این معنی که به بعضی از خلقش ام فرزند پسر میده و ام فرزند دختر و هم دختران و هم پسران یا هر دو. پس معنای یزوجهم در این آیت مبارکه جمع کردن میان پسر و دختر است و یا اینکه هر کسی را بخواه عقیم میگردانه. به این معنی که او را فاقد قدرت باروری و بارورسازی میگردانه که نه برای از او فرزند پسری به دنیا می آید و نه فرزند دختری. و چی میگه؟ اینه علیم قدیر. ار آینه اوست دانای توانا. الله سبحانه و تعالی به کسانی که سزاوار بخشودن هر قسم از این اقسام موالید باشند بسیار دانا و بر بخشیدن موالید با این گونه تفاوتها بسی توانا است. به خاطر ای که این نشانه کمال قدرت الله سبحانه و تعالی است که به هر کسی هر چی بخواهد از انواع نزلها می بخشد. حتی بعضی ها میگن که خانم دختر شد و بچه نشد، یا اولاد اول ما دختر بود، اولاد دوم دختر بود. از یمن و خجسته بودن زن امی است که نخست قبل از فرزند پسر فرزند دختر به دنیا بیاورد، چنان که الله سبحانه وتعالی نیز دختران و پسران مقدم ذکر کرده. در حدیث صحیح وارد شده که چون در انگام مقاربت آب مرد بر آب زن سبقت میگیره، فرزند پسر خلق میشه و چون آب زن بر آب مرد سبقت میگیره فرزند دختر خلق میشه. در آیه قرآنی که ما تلاوت کردم ملاحظه میکنیم که نص قرآنی در دعای بالا بر غالب انواع موالید بشری تصریح کرده و از ذکر موارد نادر همچون تولد فرزند خنسا سکوت کرده. به خاطر ایزی است که ممنای کار بر غالب و اکثر است و حالات نادر نیز در عموم سخن داخل نمیشه. هدف ای آیه کریمه بیان نافذ بودن قدرت الهی در آفرینش اشیا به امو گونه ای که بخواه و اراده بکنه می باشه.
ولی با وجود از این مفسران برای هر حالت از چهار مورد یاد شده در این آیه کریمه مثالهای را از انبیاء عظام بیان کرده تا مایه تسلی خاطر انسانهای باشه که از داشتن دختر یا پسر محروم میشن. مثال آلت حوالی است که حضرت لوط و شعیب علیهم السلام که فقط فرزند دختر داشتند، تنها دختر داشتند، که در بخش اول آیه کریمه ذکر شد که به کسی بخواهد دختر می بخشد. و این مثال بسیار خوبی هست که لوط علیه السلام و شعیب علیه السلام اینا فرزند دختر داشتند، فرزند پسر نداشتند. مثال دومی که در قرآن آمده مثال ابراهیم علیه السلام است که فقط فرزند پسر داشتند و اونا دختری نداشتند. و مثال سوم که در قرآن ذکر شده خود جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم است که چهار فرزند پسر داشتند و چهار فرزند دختر داشتند که پسرانشان هر کدام قاسم، فاهر، عبدالله، ابراهیم بود و دخترانشان زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه بودند که تمام اینا از خدیجه رضی الله عنها بودند بجز ابراهیم که از موریه قبطیه به دنیا آمد. و در این آیت مبارکه یک مثال دیگه دارم که مثال چهارم است که عیسی و یحیی علیهم السلام هستند که اینها نه فرزند دختری داشتند نه فرزند پسری و یا از پیغمبرای عظام بودند، پیغمبرای بزرگی بودند که به الله سبحانه و تعالی بسیار نزدیک بودند و الله سبحانه و تعالی نه به اینها فرزند دختری داد و نه به اینها فرزند پسری داد. این حال عزیزان گرانقدر، کسانی که صاحب طفل نمیشن، یحیی بن زکریا علیه السلام و پسر مریم علیه السلام بر اونا باید بهترین الگو باشه، چون هر دو صاحب فرزندی نشدند. بنابراین باید زنایی که در خانهشان طفل نمیشه باید اونا راضی باشن از الله سبحانه تعالی به نعمتی که الله سبحانه تعالی به ندالا اونا راضی باشن و از الله سبحانه و تعالی نیازش را بجوین، به خاطر که الله تعالی دارای حکمت و قدرت والایی هست. اما اگر به دکتران و طبیبان متخصص مراجعه بکنن اشکال نداره، اینا میتونن که به دکتران و متخصصان و طبیبان معاصر به هر جایی که به حساب توان اونا هست مراجعه بکنن تا ببینن که نقص کار در کجا هست، شاید معالجه شوند و دارای فرزندان شوند. همچنین شوهر نیز باید به دکتر یا به طبیب مراجعه بکنه، شاید مشکل از جانب ایشان باشه. و اگر هر دو مشکلی نداشتن پس اینا به ای ابتلا و امتحان الهی لبیک بگویند و صبر را پیشه بکنند و اینا نمیدانند که الله سبحانه و تعالی در آخرت به اینا چی دارد و یا در آینده به اینا چی دارد. الغیب عند الله. و اگر کسی به ای ابتلا صبر بکنه و در ای ابتلا کامیاب شوه، الله سبحانه و تعالی در بدل ازی در دنیای دیگه چیزی را به اینا گذاشته، چیزی را به اینا گذاشته که